سلام، من فراز هستم و به پارسی تیوی خوش اومدید. این بار در مورد زندگی شخصی و هنری خانم لیا زنگنه و ماجرای نوه‌دار شدن این بازیگر خوب کشورمون میگیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. لیا زنگنه متولد 14 مرداد 1344 در تهران بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیونه. او دارای مدرک کارشناسی تئاتر از دانشگاه هنر هست و یک دوره کلاس آموزشی نقاشی رو نیز گذرونده. از سال 1370 فعالیت هنری خودش رو در تئاتر آغاز کرد. با دعوت و اصرار جمشید بهمنی در زمان دانشجویی با بچه های تئاتر دانشگاه فعالیت خودش رو به صورت مبتدی آغاز کرد و رفته رفته با چهره های شاخصی همکاری کرد. در یکی از بازی های تئاتر رضا ایرانمنش بازیگر کشورمون اون رو میبینه و از طریق دوستش وی رو به حمید لبخنده کارگردان سینما برای بازی در سریال جدیدش معرفی کرد. او در سال 1375 با نقش آفرینی فیلم راز مینا ساخته ی عباس رافعی وارد عرصه سینما شد. وی در دوران دانشجویی در چند نمایش از جمله پارانویا، یادگار، تئاتر خالخالی عروسکی و نیز در فیلم کوتاه دانشجویی در کنج تنهایی بازی کرد. نخستین کار حرفه‌ایش در تئاتر بازی در نمایش یادگار سالهای شن ساخته ی علی رفیعی در سال 1371 بود. بازی زیبای او در مجموعه تلویزیونی در پناه تو ساخته ی حمید لبخنده در سال 1373 هنوز در یادها مانده است. به این ترتیب خانم زنگنه در سال 1374 وقتی 30 ساله بود در سریال در پناه تو به کارگردانی حمید لبخنده با نقش مریم افشار جلوی دوربین رفت. او به همراه بازیگران دیگر این سریال همچون پارسا پیروزفر، رامین پرچمی و مرحوم حسن جوهرچی به اوج شهرت رسید. همچنین بازی کوتاه او در فیلم مزاحم، کاری از سیروس الوند، شاید بهترین نقش آفرینی او در سینما تا به امروز باشه. سریال تولدی دیگر داستان زندگی زن و شوهری مرفه رو داره که در حال کشمکش برای طلاق هستند. این سریال تجربه موفق دیگری در کارنامه خانم لیا زنگنه بود. مدار صرف درجه نام سریال ایرانی بود که از سوم اردیبهشت 1386 از شبکه اول سیما پخش می شد. خانم زنگنه در این سریال نقش زینت الملوک جهانبانی رو بازی کرد. ایشون همچنین در ماه رمضان 1392 در سریال پرطرفدار مادرانه ایفای نقش کرد. بازی در فیلم خصوصی یا زندگی خصوصی، فیلمی به کارگردانی محمد حسین فرح‌بخش، نویسندگی اسخر نعیمی و تهیه کنندگی عبدالله علیخانی در سال 1390 نقش آفرینی دیگری را برای لیا زنگنه به همراه داشت. خانم زنگنه در فیلم خیابان‌های آرام به کارگردانی کمال تبریزی، تهیه کنندگی محمود رضوی نقش یک افسر پلیس را ایفا می‌کند. این فیلم در سال 1389 ساخته شد. تئاتر نمایش نامه خانی بعد از هرگز به کارگردانی خانم شایسته ایرانی و نویسندگی حاله مشتاقی نیا در فرهنگسرای عرصباران خانه شد که خانم لیا زنگنه، زیبا بروفه و برخی دیگر از بازیگران نقش خانان این کار بودند. لیا زنگنه به شدت محافظه کاره و کمتر مصاحبه می کنه. اما او سال هاست ازدواج کرده و از این زندگی صاحب یک دختر می باشد. ایشون گفته عاشق فوتبالم. نمیتونید تصور کنید وقتی من فوتبال می بینم چه ریختیم. اصلا یه آدم دیگه میشم. شاید یکی از دلایلی که فوتبال رو دوست دارم همینه که کاملا زمان و مکان و همه چیز از یادم میره. خانم زنگنه که در بین نقاشان و هنرمندان تجسمی صاحب نامه، اولین بار در سال 2010 نمایشگاه نقاشی خودش رو در تورنتو کانادا برپا کرد. سپس در نمایشگاه پازل تهران موجب حیرت و تشویق طرفداران خودش شد.
استعداد هنریش در سال 71 با راهنمایی امین تارخ در کلاس‌های فن بیان به مسیر درست هدایت شد و مشاوره‌های محمد علی کشاورز و ثریا قاسمی در فعالیت‌های تلویزیونیش اون رو به جایگاه هنری برتری رسونده. ایشون گفته وقتی من بازیگر وارد دفتر کارگردانی میشم که زنگ زده و به من پیشنهاد کار کرده، اولین حرفی که میزنه اینه: خانم زنگنه، شما همیشه با این لباس میرید بیرون؟ و من فکر میکنم این آقا وقتی به یک بازیگر خانم زنگ میزنه، انتظار دیدن دختری که لباس ساده پوشیده و کارهای عجیبی با صورتش نکرده نداره. برای همین من اذیت میشم. هر کس اعتقاداتی داره و برای خودش سبک زندگی متفاوتی در کشور خودش ایجاد میکنه. لیا زنگنه که در سریال آقازاده هم بسیار خوش درخشیده، در مصاحبه‌ای با فریدون جیرانی در مورد سریال در پناه تو دست به افشاگری زد. در این مصاحبه ابعاد تازه‌ای از شاهکارهای صدا و سیما و سازندگان این سریال در اون زمان رو افشا کرد. سریال در پناه تو سریالی خانوادگی و عاشقانه بود که در سال 74 به کارگردانی حمید لبخنده و از شبکه دوم سیما پخش می‌شد. با این وجود اکنون بعد از نزدیک به 25 سال مشخص می‌شود که این سریال نیز دستخوش سانسورهای متعدد و باور نکردنی شده که به کلی خط سیر داستان رو دچار تغییر و تحول کرده. این سانسورها از حذف 350 صفحه از فیلمنامه 1300 صفحه‌ای تا حذف شخصیت پارسا پیروزفر و حتی سانسور گسترده یک قسمت آخر بوده که کارگردان رو از پایتخت فراری داده بود. خانم زنگنه در پاسخ به سوال جیرانی مبنی بر اینکه آیا زیبایی بازیگران جوان سریال در پناه تو باعث این همه سانسور و مشکل برای بازیگران و سازندگان سریال بوده، چنین گفت: من نظر کاملا شخصیم رو میگم. فکر میکنم به خاطر فضای بعد از جنگ بود. فضا خیلی سنگین بود و مردم داغدار بودن. مردم حالشون بد بود و فضا آشفته بود و یک دفعه یک فضای عاشقانه، دانشجویی و سه زرعی، یعنی سه پسر و یک دختر، و جالب این بود که این دختر محجبه بود و این عشق رو اونقدر زیبا آقای طالبزاده به نوشتار درآورده بود که احساس میکنم تلویزیون نمیتونست از اون بگذره، ولی نمیتونست هم اون رو تحمل کنه. صادقانه بهتون بگم سکانس هایی که در رابطه با پارسا پیروزفر بود 99% حذف شد. با این وجود اکنون بعد از نزدیک به 25 سال مشخص میشه که این سریال نیز دستخوش سانسورهای متعدد و باور نکردنی شده که به کلی خط سیر داستان رو دچار تغییر و تحول کرده. طبق شنیده ها لیا زنگنه یک دختر جوان داره. به تازگی عکسی از او و دو کودک خردسال منتشر شده که وی اونها رو در آغوش گرفته. بعد از انتشار این عکس گفته میشه این دو کودک نوه های لیا زنگنه هستن. ایشون گفته نمیتونم بگم من به عنوان یک بازیگر زن رنج نمیبرم از اینکه نتونم با صراحت حرفم رو بزنم و خودم باشم. نمیتونم بگم که مثلا من 3 تا بچه دارم. ندارم ها، ولی نمیدونم به عنوان یک بازیگر چرا باید بچه‌ام رو پنهان کنم. کاش اینطور نبود. کاش ما آدم‌ها رو همینطور که هستن میپذیرفتیم. کاش قضاوت نمیکردیم و کمی حق انتخاب به آدم‌ها میدادیم. چندی پیش در پستی اینستاگرامی برخی هنرمندان و صفحه طرفداران خانم لیا زنگنه اعلام کردند مادر لیا زنگنه بازیگر خوب سینما و تلویزیون درگذشته. لیا زنگنه و پدر وی مهندس یاشار زنگنه معاون اسبق نظام مهندسی استان اصفهان و مادر مرحومش مهدی موسوی که اصالتاً لور بختیاری منطقه اقلید فارس هستند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.